یکی از فعالان سیاسی پاکستان گفته مسئله مفقود شدن جوانان شیعه یک انتقام جویی و بی انصافی نسبت به شیعیان است و این حرکت ظالمانه باید پایان یابد ناصر عباس جعفری که از روحانیون شیعه این کشور است از رئیس دیوان عالی نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان آزادی فوری شیعیان مفقود شده را خواستار شده و افزود ما مثل همیشه میگوییم که اگر جوانان ما جرمی مرتکب شدن باید در قوه قضایی محاکمه شوند زیرا این ظلم است که جوانان بیگناه را بدون هیچ توجیهی دستگیر کنند و به خانواده آنان هم هیچ اطلاعی در مورد عزیزانشان ندهند شاهن ذکر است نیروهای اطلاعاتی پاکستان به شکل فضایندهی اقدام به بازداشت خودسرانه فعالان شیعی در نقاط مختلف این کشور کرده بودند که پس از تحسنهای مردمی و اعتراضهای مختلف قرار شد تا این بازداشت ها متوقف شده و شدگان آزاد گردند و یا برای محاکمه منصفانه به مراجع قضایی تحویل داده شوند به گفته فعالان شیعه پاکستان و عده های مسئولان حکومتی آنگونه که باید به اجرا در نیامده و هنوز روبودن فعالان مدنی شیعی در این کشور ادامه دارد